نسخه اول فیلم پارک جوراسیک به کارگردانی استیون اسپیلبرگ بر اساس رمانی تخیلی از مایکل کرایتون جوان 1993 به نمایش درآمد و گیشه را درو کرد. ماجرای زنده کردن جانوران عصر جوراسیک آنقدر برای مردم جذاب بود که برای تماشای آن به سینماها هجوم بردند. فیلم سینمایی که با بودجه 63 میلیون دلاری تهیه شده بود، بیش از 1 میلیارد دلار فروش کرد. در این ماجرا دانشمندان با استخراج دی ان ای دایناسور از خون پشه ما قبل تاریخ که درون کهربا گرفتار شده، جانداران منقرض شده در زمین را دوباره پدید می آورند. در نهایت کنترل دایناسورها از دست آدمها در رفته و کار به تقابل با آنها کشیده می شود. مجموعه فیلم های سینمایی با مضمون عصر جوراسیک تا کنون 7 مرتبه روی پرده سینما رفتند. آخرین نسخه با عنوان سلطه جهان جوراسیک همین اواخر به نمایش درآمد و در این داستان همجواری با دایناسورها در زمین تا حدی پذیرفته شده و آنها در سیاره ما پخش شدند. فارغ از جذابیت تماشای جانداران ما قبل تاریخ، استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیک برای شبیه‌سازی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که مبنای علمی در داستان تخیلی عصر جوراسیک هم هست. بیش از 3 دهه از رمان تخیلی مایکل کرایتون گذشته و دانش پزشکی امروز در نقطه جلوتر قرار گرفته. بحث‌های علمی و اخلاقی درباره مهندسی ژنتیک و شبیه‌سازی جانداران در سال‌های گذشته همواره از داغ‌ترین موضوعات محافل علمی بوده. از لحاظ اخلاقی، اگرچه تاکنون وضع قوانین سختگیرانه مانع شبیه‌سازی آدمیزاد دست کم به طور رسمی شده، ولی گویا ساعت دانش شبیه‌سازی تیک تاک می‌کند و ساخت کلون موجودات زنده آسان‌تر از همیشه می‌شود. گروهی از دانشمندان ژاپنی در پژوهشی که نتایج آن ژوئیه 2022 در مجله نیچر منتشر شد، توانستند سلول‌های بدنی موش را خشک کرده و سپس منجمد کنند و پس از چند ماه نگهداری در دمای منفی 30 درجه سلسیوس با دادن رطوبت دوباره آنها را به وضعیتی قابل استفاده برگردانند. تا جایی که از سلول‌های بدنی که در واقع مرده بودند، موجود زنده بسازند. این پژوهش که نتایج چشمگیری داشته، در واقع با هدف توسعه و تسهیل روشی برای شبیه‌سازی جانداران از سلول‌های سوماتیک یا همان سلول‌های بدنی انجام گرفته. در حال حاضر هم سلول‌های اسپرم و تخمک جانداران مختلف در بانک‌های سلول در دماهای بسیار پایین نگهداری می‌شوند. هدف از این کار حفظ گونه‌های جانوری در صورت انقراض در زمین است. اما مشکل اینجاست که این کار نیاز به صرف هزینه زیاد برای حفظ برودت و مراقبت از سلول‌ها دارد. مزیت روش انجماد سلول خشک شده این است که به برودت شدید نیاز ندارد و نگهداری از آن کم هزینه تر و ساده تر است. دانشمندان در گذشته هم از طریق انجماد سلول‌های خشک شده ذخیره سلول‌های اسپرم گونه‌های جانوری را انجام دادند، اما به دست آوردن سلول‌های اسپرم همیشه آسان نیست و این کار با سلول‌های بدنی بسیار ساده تر است. دستاورد فعلی این امکان را فراهم می کند تا از طریق انجماد سلول‌های بدنی خشک شده بتوان دوباره گونه‌های جانوری را احیا کرد. جالب توجه ترین بخش این پژوهش تبدیل سلول بدنی خشک شده به موجود زنده است. دانشمندان توانستند پس از آبرسانی به سلول‌های خشک شده با موفقیت آنها را تبدیل به موش‌های زنده کنند. این کار با برداشتن هسته سلول‌های بدنی و انتقال آنها به تخمک انجام شد تا در نهایت برای رشد خطوط تازه سلول‌های بنیادی جنین استفاده شود و جنین در موش مادر ثانویه رشد کند. نه تنها جنین‌ها به سلامت متولد شدند و رشد کردند، بلکه به بلوغ هم رسیدند و علاوه بر آن موش‌های شبیه‌سازی شده توانستند با جنس مخالف جفت شوند و تولید مثل کنند.
با این حال دانشمندان میگویند به دلیل آنکه طی فرایند خشک کردن سلول‌های بدنی دی ان ای برخی سلول‌ها آسیب می‌بیند، درصد موفقیت این روش هنوز پایین است. اما به هر صورت نمی‌توان از نتایج مهم این پژوهش چشم پوشی کرد و دانشمندان امیدوارند در آینده از این روش برای احیای گونه‌های جانوری بتوان استفاده کرد، روشی که ممکن است با توسعه و رفع موانع آن راه را برای شبیه‌سازی آسان جانداران هموارتر از همیشه کند.